آقا من نخوام تو رو بگیرم کیو بعد ببینم، شما من بگو نمیخوام. خاطر با یکی دیگه ازدواج کنی که دوستش نداشته باشی؟ مجبورم. سلام دوستان، امیدوارم هر چیکه حالتون خوب باشه. آقا این کلیپ حتما تا آخر ببینید. میخوام به هانیه یه شوک خیلی بد بدم. خب فقط میخوام این عکس عملش چیه و این عکس عملش واسه من پویان اینا خیلی مهمه. میخوام ببینم که آیا واقعا من از ته قلبش دوست داری یا اصلا براش مهم نیستم یا اصلا چی میخواد بگه. واسه من خیلی مهمه آقا این داستان، اینو بی شوخی میگم. همین الان کانال پویانا رو سابسکرایب بکن، همین الان زنگوله رو بزن که هر کلیپی میذارم نوتیفیکیشنش واسه تون بیاد. و الان داره هانیه میاد اینجا، میخوام روی همین صندلی یه چلنج خیلی خفن برم. I love it. هانیه یه لحظه میای عزیزم. یه لحظه حالا استوریاتو نگیر. آفرین، استوری میگیری اجاب رایت بکنی باری کرد. احسن. یه لحظه میای بابا با شما هم تشریف بیار. یه داستان خیلی مهم میخوام بهت بگم. دیدی که 10 دقیقه است دارم با مامانم حرف میزنم. یه لحظه همینجا بشین. ببین یه اتفاق خیلی مهمی واسه من داری میفته، نمیدونم اصلا چجوری بهت بگم. پرام ریخته واقعیت. ما قبل از اینکه دوست دختر دوست پسر باشیم، دو تا دوستیم. قرار همه چی به هم بگیم. الان مثلا میگی چی بهت بگم؟ من به عنوان یه دوست میخوام شرایط زندگیم و فرهنگ خانوادگیم که از دیرینه بوده رو بهت بگم. خب حالا یا با قبول کنی یا نباید بکنی دیگه اینش دست خودته. ولی الان داشتم با مادر 10 دقیقه صحبت میکردم، با پدرم صحبت کردم. ببین ما رسم داریم تو خانوادمون که تا قبل 27 سالگی پسر ازدواج بکنیم. وا چیه رسم دیگه؟ مگه دست منه؟ رسم تا قبل 27 سالگی باید پسر ازدواج بکنه. داداش من که داره زن میگیره کلن هم 3-4 ما بیشتر وقت نداریم. و این که 26 سال و 3 ماه تا قبل 27 سالگی من باید زن بگیرم. حالا یا با تو باید ازدواج کنم یا با اون کسی که خانوادم انتخاب میکنم. تو که به من میگی من شرایطشو ندارم. من گفتم کاربارتو اوکی کن، خونه بخرم، همین چی تو جمع جور کن. بچه ما هنوز خیلی بچه ایم، بچه 2-3 سال دیگه زمان نیم مثل ازدواج. واقعا خیلی تصمیم. خب ببین این دیگه مشکل خودته، این دیگه واقعا تقصیر من نیست و خانواده من هرچی بگم من همون انتخاب میکنم. حرفشون حرف نمیزنم. تصمیمی نیست که یهو الان ما خانواده که منو میشناسن، میدونم با هم دوستی و خیرشون کاملا بابت موضوع راحته. تا زمانی که تو کارات رلش شو بتونی با هم دیگه ازدواج کنی. حالا من چیکار کنم؟ یعنی حالا من هیچ راهی ندارم. خب یعنی من الان شرایطی رو نداشته باشم با تو ازدواج کنم؟ خب مجبورم با اون کسی که خانوادم میگم ازدواج بکنم عزیز من. یعنی تو کل عمرتو قراره با یکی زندگی کنی که دوستش نداری؟ وقتی پدر مادر من میگم من چی بگم؟ تو هم بگم من چی بگم؟ فکر کنم پدر من اینجا نشسته میگه پسرم باید ایشونو بگیری. من میگم چش. مادر تو واقعا آدم خیلی منطقیه. منطقیه. خودم باهاش صحبت میکنم. بابا جلو تو پدر مادر من رو درواسی دارم ولی اونی که میگن رو باید بگیرم. هیچی مهمتر از بچه خود آدم نیست. اگه واقعا صلاحت باشه میگم اوکی. حالا من غیر منطقی میگم، ازم خیلی منطقیه. داری منطقی. واقعا خیلی منطقیه به نظرم. الان کسی که در نظر گرفتن یه دختر قد کوتاهه. ببین همقد این عصا است، عصا ماره رو میبینی همقد اینه. فیس میس هم نداره، اخلاق داره، بسازه. پس دیدیش؟ من عکسشو دیدم، من نزدیک ببینم. ببین پدر من میگه بگیر و بگیرم دیگه، اصلا میگه این پسره رو بگیم من میرم پسر میگیرم. تو رفتی عکس دخترم اصلا فرستادن؟ آره؟ چیکار کنم؟ من چیکار بکنم؟ یعنی تو گفتی مامان هانی اوکی نیست؟ اصلا اوکی هم باشی وقتی بگه تو رو نگیر اینو بگی مجبورم اینو بگیرم. چون پدرم هم میگه. چرا متوجه نمیشی؟ دوست داره. چرا چرت و پرت میگی؟
اصلا ربطی به دوست داشتن نداره هانی جان، من وقتم کمه قربونت برم عزیز من، من تایم هم کردم. صحبت کردیم راجع به موضوع خواهم نمیم من چی کار بکنم؟ ما میتونیم از اون خیلی حولی واسه ازدواج به مامان بگیم اوکی من ما نشون میکنم اصلا اسم خب میاد به من بگیم، ولی ازدواج الان خیلی غیر منطقی. حتی ما این مخواهد موضوع به مامان رو میاد الان من بعد ازدواج بکنم میخواهد عروسی کنی؟ ازدواج باید بکنم. مجبورم. بله مجبورم. اصلا یه چیزی بین تو اون دختر هست؟ چرت و پرت. همیشه تو از سرتش یه چیزی یعنی تو در میاری. چی در میارم؟ تو یه چیزی به چرت و پرت میگی. عزیزم دختره کیه؟ من چه میدونم که هر کی هست باشه من با بگیرم. چه چیزی هست که باید شدی به دختر اینقدری؟ اول اینکه داده میدم نه لطفاً. دنبال بهونه بگیر. با آرامش قرار شد با هم دیگه حرف بزنیم. من دارم با آرامش باید صحبت کنم. به قرآن اگه این با آرامش باشه. تو دختره رو میشناسی. تو همین الان میگی با مامانش صحبت میکنم. باید میگی دختره دارم انقده. بله قدش 1.5 ولی قد مهم نیست، مهم اخلاق. من میخوام با قدش زندگی کنم، میخوام با اخلاقش، خانه‌داریش، طرح خوش کردنه بچه، چیکارش، غذا پختنش، تی کشیدنش، حمالی کردنش. عکسشو ببینم. هانیه ولکن. ولکن اصلا حوصله بحث ندارم. خوشت اومده. خوشت اومده. نه خوشم نیومده. ولی پدرم داره میگه. پدرم بگه باید بگم چش. باید بگم چش. برگم گرفت. باید پویان. من پدرم حساب میبرم. تو الان 2 سال با هم دوستیم. اصلا بگو 10 سال، اصلا بگو 30 سال. تو میتونی بگی 40 سال. باید دیگه ازدواج کنی که دوستش نداشته باشی؟ مجبورم. مجبورم بسازم و بسوزم. ولی اگه بخوای میتونم مثلا با اون ازدواج کنم، با تو هم حرف بزنم. ولی اشمم یه قد گوش کن. با تو حرف میزنم. اوکی. من ازدواج کنم با تو هم در تماسم. اوکی. خدا قهرش بگیره. اصلا تو زمانی که ازدواج می‌کنی تمام و کمال متعهد به اون زنی. کوچکترین خیانتی عزیزم خدا نمی‌کنه. خیانت نمیشه. من کار نمیکنم. مگه من دوستم ازدواج کنم فردا شوهر من بره با دوست دختر قبلیش صحبت کنه؟ راست میگی. بس گفتم شب بعد تو خوشت میاد اونم با تو ازدواج کنه با طرف قبلش ارتباط باشه؟ اصلا این ایسو غیر منطقی داری میگی. ببین من دارم به چی میگم. آدما کلا چشو هم بزنن میگن زندگی 2 روزه. خب آدم 2 روز زندگی میکنه. الان تو باور میشه 30 سالت بشه؟ 27 سال 3 سال 30 سال. تو چجوری میتونی عشقی یه مرد رو ببینی؟ ما بقیه زندگی تو میتونی کنار یکی دیگه زندگی کنی که دوستش نداری؟ پویان به قرآن با اون ازدواج میکنی میرسی؟ من دست خودم نیست، مجبورم آنیه جان، به خودم مجبورم. احکی این نکن اصلا خود میکنی؟ من با مامان صحبت میکنم، من سعی میزنم. زنی نزه یه لحظه، یه لحظه بشین. نه نه یه لحظه بشین. اصلا مامانش واقعا آدم منطقیه. یه لحظه بشین. یه لحظه به مادر زنی نزه شما نباید دخالت بکنی. به من اونی که گفتن رو من باید انجام بدم. دستور بالاست. دستور بالاست پدر گفته. دو سال زندگی ما پاس گذاشتن. الان نباید دخالت کنم. این دیالوگ خیلی آشنایی. 2 سال زن. چند نفر دیالوگ نوید محمدزاده است. نه میگم آشنایی یه شنیدم. الان من چه غلطی بکنم؟ هیچ کاری نمیتونم بکنم جز این که برم ایشونو بگیرم. تمام. به مامان بابات بگو بذارید یه سال دیگه بگذره، من دیگه کم به خودم میام، خونه زندگیمون جمع جور کنم. آقا من نخوام تو رو بگیرم، کیو باید ببینم؟ شما من بگو چون. نمیخوام یا شوخی بود؟ شوخی بود؟ شوخی به قرآن شوخی بود؟ خواهش کردم از شما. خواهش کردم میگم دوربین گذاشتم زشته جلو مردم. کات نمیذاری این فیلم رو؟ چرا نذارم؟ نمیذاری چون چک زدی؟ خب چپش میگم چپشو چکر کات میکنم. آقا ما این چکر رو کات میکنیم. کات نمیکنی، دروغ میگی. دارم میگم بچه ما عصبی میکنی. خدای حقش نبود چکه؟ من نخوام تو رو بگی. اصلا من میخوام من رو بگی که این حرف رو به من بزنی. آقا من نخوام اونو بگی. نمیخوام تو حرفی ندارم به خدا بزنم. ماشاءالله یه دونه زد از این برم زد بیرون و قهرم کرد. به خاطر که 2 سال پامون زندگیمش هم پای تو بعد همچنان. این دیالوگ خیلی آشناه. 2 سال من زندگی واسه نویده. آقا خیلی دوستتون دارم.
ای بی نداره میشه فردا سنه داره یه چک بودی پس داره آلمان میکشه. همین الان سابسکرایب بکنید کانالو، شوخی های خفن میخوام باش بکنم بچه ها. واقعا این چلنجی که گذاشتم به این پی بردم که هانی من خیلی دوست داره. من میدونستم تو منو دوست داری آچان. براو براو. آفایانه واقعا با کسی که دوستش نره نمیمونه. دوستان داخل کامنت ها شوخی هایی که دوست دارید با هانیه بکنم و حتما بگید، من همه رو میگیرم. بی برو برگشت اگه خوب باشه. من درسته یوتیوب ندارم ولی زیر همین ویدیو که اگه گذاشتید بگید من چیکار کنم ایشونو اذیت کنم. انقدر به پویان اگه چیکار کنم میخوام من اثری شدم. و اینم بگم دوستان اگه دوست دارید کلیپ ها رو با سرعت خیلی بالا ببینید و داخل ایران هستید و دنبال یه قنچگن قوی هستید، از صفحه اینستاگرام قنچگن دات ایران که این پای آیدیشو میذارم برید بخرید، پشتیبانی داره. آقا من میگم دیگه مجبورم. خب بازی کلیپ هامونو با سرعت ببینید، استوب نخوره وسطش. نه سرعت پایین نمیاد. خیلی شما راحت بشه، پشتیبانیشون خیلی قویه. پشتیبانی 24 ساعته هم دارن. هر اکانتشون 7 تا کشور داره، قیمتشون مناسبه. برید با خیال راحت بخرید، دوستتون دارم. I love it. آقا این حرکت به به نداشت، ناموسن نداشت.